سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با گیاه آلوورا خدمتتون هستم. یه توضیح مختصر در مورد گیاه آلوورا بهتون میدم و اینکه چه جوری پاجوش‌هاشو ازش جدا کنیم و خاک مناسب آلوورا چه خاکیه. آلوورا گیاهیه که 250 گونه در سراسر دنیا از این گیاه هستش و بومی آفریقاست و آب و هوای مدیترانه خیلی دوست داره. کسایی که توی مناطق خیلی آفتاب و مثلا خیلی گرم هستن، آفتاب رو خیلی دوست داره آلوورا، ولی آفتاب مستقیم و نه شدت زیاد داشته باشه، بخواد اینکه برگاش رو میسوزونه. و اینکه اگر آب و هوا خیلی سرد باشه، یعنی خیلی هوای خنکی باشه، اینو بذارید بیرون، برگاش قرمز میشه. و این قرمز شدن برگا نشونه اینه که هوا سرده و دقیقا زمانی که آب هوا رو یه مقدار گرمتر بکنیم، این برگ ها دوباره به این سبزی میرسه. و بین آب و هوایی که دوست داره، یعنی درجه هوایی که براش خوبه، بین 17 تا 24 درجه است که شما میتونید تو بیرون هم نگهش دارین. ولی اگر که این دما اوکی باشه، اگر هوا خیلی سرد باشه یا خیلی گرم، گفتم براش خوب نیست و توی خونه هم میتونید نگهداریش بکنید، در صورتی که نور کافی براش باشه و درجه حرارتش هم همین 17 تا 24 باشه. حالا گیاه آلوورا گیاهیه که وقتی پاجوش های زیادی داشته باشه، یعنی گیاه آلوورا خوب گیاهیه که پاجوش های خوبی هم داشته باشه، یعنی اگر پاجوش بده، یعنی که شما گیاه خیلی آلوورا خیلی اوکی و سرحالی دارید. و ماهی یک بار شما باید پاجوش ها رو کنار گلدونتون ببینید، مثل همین گلدون من که الان دوتا پاجوش زده. این پاجوش ها خودشون میشن دوباره یه گلدون، یه گلدون آلوورا. الان این گلدون آلوورا من مثل ماه پیش اینو پاجوشش رو داخل این گلدون کاشتم و یه پاجوش دیگه زده، یعنی الان این خودش یه گیاه مستقله و یه پاجوش زده. این پاجوش ها نشونه اینه که آلووراتون خیلی حالش خوبه. آلوورا هم خاصیت درمانی داره، هم خاصیت دارویی داره که خیلی ها استفاده میکنن. خیلی ها من دیدم که از خود ژل آلوورا استفاده میکنن، حالا هم به صورت خوراکی هم به صورت درمانی که خب خودتون بیشتر میدونید. و گیاه خیلی مناسبی هست برای افرادی که میخوان درآمدزایی بکنن و یه شغلی رو برای خودشون دست و پا بکنن. بخواهی که گیاهیه که اگه شرایط آب و هوایی که گفتم رعایت بشه، پاجوش های فراوونی میده توی گلدون و شما میتونید از این پاجوش های یه گلدون آلوورا داشته باشین و این آلووراتون رو میتونید چون صرف اقتصادی داره میتونید ازش استفاده بکنید و یه درآمدزایی برای کسایی که دوست دارن توی این هیته فعالیت بکنن. حالا شما یه گلدون آلوورا دارین و پاجوش دارین، من میخوام ببینم میخوام بهتون بگم که پاجوش ها چجوری داخل گلدون جداگونه بکارین. شما ببینید پاجوشاتونه که داخل، الان من یه گلدون کوچیک انتخاب کردم. گلدون کوچیک همیشه برای گیاه کوچیک خوبه، چون اگر گلدونتون بزرگ باشه بیشتر انرژی گیاه میره صرف ریشه زایی و برگ نمیده به شما. حالا گیاهی باشه که مثلا حالا مثل این برگ داشته باشه یا گیاهی مثل آلوورا باشه، رشدش ضعیف میشه و خیلی دیر میشه، شاید اگه گلدونش خیلی بزرگ باشه پوسیده بشه. بعد فرقی نمیکنه چه سفالی باشه چه پلاستیکیش، فرقی نمیکنه. ما قبل اینکه بخوایم گیاهمون، حالا هر گیاهی، یا آلوورا باشه یا حالا هر گیاهی که بخوایم بکاریم، چون نمیدونیم قبل این چه گیاهی توی گلدون بوده یا چه استفاده ازش شده و نمیدونیم، به خاطر اینکه میخوایم دیگه قارچی نباشه و میکرو نشه و وارد گیاه بعدیمون نشه، از محلول ضد قارچ گرینسی استفاده میکنم من، که هم میتونیم به ریشه های گیاهمون بزنیم و هم میتونیم داخل گلدونمون اسپری بکنیم که خاطرمون جمع باشه که اون گیاه دیگه قارچ یا میکروبی نداشته باشه. که اون این همه اصلا شما مثلا وقت میذارین و خاک مناسب میذارین، ولی اگر قارچی باشه اون گیاهتون خراب شه. حالا من از همین محلول گرینسی که ضد قارچه، بدون اینکه آبی چیزی قاطیش بکنم، همون محلول کامل اسپری میکنم داخل گلدونم. اسپری میکنم داخل گلدونم و از خاک مناسب کاکتوس استفاده میکنم. من از خاک گرینسی استفاده میکنم. کلا چون من همه خاک ها و کوت هم کلا گرینسی هستش. این خاک کاکتوس. شما اینو خاکتون، گلدونتون رو خاک میکنی و خیلی خیلی
آروم از بیلچتون یا حالا هر چی که دارین آروم میذارین داخل خاک و این گیاهتون رو با ریشه جدا میکنین. نگاه کنین به این صورت. همینو داخل همین خاکی که هم گلونشو آماده کردین هم خاکشو میکارین و خاکو میریزین کنار. خب این شد یکی از گلدون های ما. خب این اکسل آهن گرینسیه، خب با کلات برفتی من اشتباه کردم، اولش با کلات آهنمون فرق میکنه. حالا فرقش چیه؟ اینو 15 روز یک بار دوستان، خب به صورت پودره 15 روز یک بار یک قاشق چایخوری روی سطح خاکتون شما میتونید روی سطح خاکتون و وقتی آبیاری بکنید خودش جذب خاکتون میشه و به این صورت باعث میشه که باعث هم رشد خوب، هم پاجوش های خوب میشه و هم اینکه شما گیاه سرحالتر و بهتری دارید. با رعایت این چند تا نکته شما میتونید که گیاهان خوب و سرسبز و سرحالی داشته باشیم و اینکه هر سوالی اگر در مورد کاکتوس یا حالا آلوورا داشتین توی کامنت از من بپرسین. من امیدوارم که آموزش امروز خیلی براتون مفید بوده باشه. دیگه آموزش بعدی خدا نگهدار.